سلام اینجا خودکسته پادکست خیلی خودمونی من ایمان هستم میزبان برنامه در کنار من کارون نشسته سلام امروز اینم با ماست سلام فرض, فرض دارم پیش ماست سلام جورم براتون میگه که آقا اپیزود دیویسته و اینکه دمتون گم که اصلا یه کاری کردید که ما تا دیویست اینجا بودیم اصلا دیویست تا اپیزود فکر میکردی یه روز اوایلش واقعا نه. روز اولی که ریلیس کردیم نه روز اول که ما میخواستیم بیاریم پایین خلاصه امروز اپیزود 200 ماست در فصل پنجم گفتیم که یه اپیزود اسپشیال تور مثلا باحال بریم موضوع نداره ولی در مورد جالب هفته صحبت میکنیم و در مورد خودکست و مختلف ولی قبلش میخوای در مورد این کسایی که نمیبینن حتما برید ببینید حالا من اینو میذارم توی اینستاگرام کسایی که نمیبینن یه کار دادیم سلیقه کارون و این عذاب در بهترین لباسی که تو زندگیت پوشیدی یعنی تو هر مجلسی میشه پوشید برای تو... کسایی که میشنون ما یه رسمی رو نمیدونم کی را انداخت اول تو پودکست ایما ایمان بود یاره. آره این هرکی که میره ایران یه لباس از محصولات آره وطنی میاره بعد خب خیلی وطنی <applause> آره ما خودمون که ایران بودیم خیلی این چیزا برامون جذاب من خودم رو دارم میگم خیلی جذابیت نداشت مثلا آمد. یه لباسی داشته باشن که ما خیلی جذاب بود فارسی نوشته باش اصلا تو اون موقع که ایران تولیدات... از اینا نبود تولیدات داخل ما همیشه بهش اهمیت نه که مثلا روش فارسی نوشته باشه بزرگ و اینا وقت جذابیت نداشت بعد که اومدیم اینجا خیلی جذابیت پیدا کرد حالا همین ایمان که رفت این رسمو راه انداخت که هر کی میره برای بقیه بچهای تیم یه لباسی که حالا در مورد رسمی دقیقه صحبت بکنی نوشته چی شد لباسای ما باور بکنید اجازه بدیم من توضیح بدم میخوایم درست راجعی صحبت کنیم یکی خود من توضیح بدم آقا ایمان دفعه اولی که رفت آورد برای همه بعد از ایمان فکر کنم من رفتم من هم یه چیزایی آوردم بعد فرهاد رفت تو رو دروسی مونده بود وگر نمی آورد یه سری لباس برای من آورد برای هممون خب تیشرت اینجوری بود که بدنش مثلا سایز مدیوم. باربی بود تنگ ها مثلا اندازه بازوی آرنولد انگار مثلا اشتباه اینا رو دوخته بودن آره. نه اینا فکر کنم که خاصی بوده آره بعد اینا که خیلی راحت با چشم میشه دید آره. ولی ندیده بود فهمه. آسینا آسیناش تا زیر, زیر ما تموم شه آسیناش تا قشنگ تا زیر آرنجمون اومد و گشاد این تو پل پل میکرد آره خیلی گشاد بود و خب پس فرستادیم یعنی گفتیم که خب فرهاد اینا سایزا شاید مناسب نباشه یک سال و نیم می پیش میتونی عوض کنی گفت آره اصلا مشکلی نداری که اصلا همین الان عوض میکن دادیم بهشون و الان یک سال و نیم گذشته فکرم هفت بارم بعدش رفته ایران چی شدن این لباسای ما بفرمایید اولا که من اونها رو آنلاین سفارش داده بودم با واتساپ شما از بدتر گناه کی با واتساپ لباس سفارش میده خیلی ایش. مرسومه حالا های تو ایران میدونه بعد این شب قبل پرواز من رسید وقتی رسید دیگه خب من کاری نمیتونستم بکنم واقعا اووردم که نشون بدم آقا من یادت که دفعه اول میگفت یه دور اومد من پس فرستادم دوباره اومد آره خب الان چرا داستان اوردر آخری که اومد شب قبل پروازم رسید بعد یه من اووردم که حداقل ببینم به تن بزنید ببینم سایزتون میشه یا نه که نشد خیلی بد بود الان کجا ب... تیشرت ها الان اصفهان من تاییدیه نهایی رو گرفتم که اینا فرستاده بشه ایران بره فرستاده بشه تهران وقتی هم که خودم میرم ایران برم کارو در بیارم, در بیارم. تمام بکنم آره حالا این سری که من رفتم گفتیم بریم طرحی نو در اندازیم پیرامردون آورده آره پیرامردونه برای خودم و ایمان آوردم که میخوای تحریش رو توضیح بدی روش چیه آره ایمان ده تومنی قدیمی یادتونه صد ریالی که عکس مدرس آقا میشه آقا آقای مدرس آره اونه برای منم که سردر دانشگاه تهران سردار دانشگاه تهران پنجاه, پنجاه. تومنیه سبز آره اون موقعی که رپرای ایران یادته آهنگای خارجی رو برمی داشتن روی حالا بیت اونا فارسی میخونن. بله, کدوم آهنگ دقیقا منظورت هم آه ازم می... چشما رو من آره, آره. از خونده بود نه یه دونه بود راجب اون آهنگ کندی شاپ 50 سنت بود بله. اینو فارسیش خونده بودن بعد یارم گفت به من میگن پنجاه تومان کل کل کن تو با من آره. خیلی قدیم این خیلی قدیمیه این خیلی قدیمیه به منم میگن ده تومن حتما آره و این الان مونه اون. پنجا تومنه آره واسه همین اینو هم. خلاصه کسی که گرفتیم ما گفتیم که یه دونه مقدمه بگیم برای چی داره چشاتون اذیت میشه و ما چرا این لباس خیلی زیبا آره فرهاد اینا زیبا آره نه اینا واقعا خوشگلن اینا بانا دافای دوره قاجار اون اگه اشتباه نکنم فرهاد که این دقیقاً داف قاجار خال صورت <تصفح> داره ابروی پیوسته داره و میگن من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم خیلی خاله لب بالا این پایین چند تا سی سه تا نه این داره این, رو این رو بالا, داره بالا یه دونه رو گردنشون داره اینا آره. <تصفح> این رو قشنگ الان میتونن در بیارن ابرو پیوسته فرض زدم که زیباست آره مال فرزاد باز یه چیز شکیلیه شکیل تریه آگه عکس بگیریم که کامل همه دیتیل اینا گیرون چند واقعا خیلی زیاد عددشو نمیخوای بگی نه ولی خیلی خوب نداره نه خیلی احساس میکنم نه باید چیزی گرونی باشه قاعدتا مثلا اینا فکر میکنه اینا چقدره نمیدونم دویس آقا مثلا 250 200 چجوری میدونی 280 تومان یه دونه از اینا برو. اصلا نمیدونم چرا و همینا هم سایزی کمی عجیب بود سایز نداشت بعد مثلا روی این نوشته ایکس لارج میگم خیلی بزرگه مثلا یه ذره نه همینه اینو اینا تو شلوارت اینا مدل بالا شنه. جنس خیله من لارج خریدم واسه شما شده بود چیز از است یعنی معمولا یه ذره کمر تا اینا بالا عمود میاد یه سایز آره خیلی تنه کاره مختلف کردم جا شد آره. تو بدنم زیباست اپیزود دیویسته میخوایم که کاری که میخوایم بکنیم اینه یعنی که هممون جالب هفته آوردیم و میخوایم در مورد جالب هفته صحبت بکنیم از دوستان هم پرسیدیم یه سری هم دوستان جالب هفته فرستادن اصلا روشی کرده اون ودار هم آتا اونا رو هم چند برامون بگید من یه بار دیگه توضیح کوچولو بدم جالب هفته هایی که میفرستین لطفا یه نظری مثلا یک کلمه وقتی میگید واقعا نمیدونیم از چه زاویه ای مثلا میخواین صحبت بکنیم مثلا یه خبری اگه هست یه لینکی از اون خبر یه توضیح خیلی کوتاهی یه وایسی چیزی باش براش بفرستید که ما بدونیم دقیقا منظور شما ایزان چی هست فرا تو میخوای جالب هفته بگی غذای عجیبی دیگه نخوردی واکنش بده اتفاقا این هفته خیلی روزه گرفتم شروع کردم روزه گرفتم واقعا تبریک واقعا قبول بشه فاستینگ اوه هره. تو, تو مراحل روز این اینترمیتنت فاستینگ رژیم غذاییه که تقربا مثل روزه است فقط توی 8 ساعت تو غذا میخوری یا حالا چماره. من دارم یه اپی دنبال میکنم این مثلا خیلی آروم شروع کرده اسم اپ چیه هست سیمپل سیمپل یه اپ بنفشیه و یه دایره وسطش داره اینجا مدل مختلف رژیم مده هر روز یه آره. مدل جدیدش نه اینو مثلا من دو سال یه هی دوستش آروم آروم, 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 آروم. شنیده بودم و همکارام امتحانش کرده بودن خوب بوده بعد دیگه خب خودم هم دوست داشتن تغییری ایجاد بکنم چون اینکه از اهداف سال جدیدیم بود که بهتر غذا بخورم خیلی سخته ولی آره دارم اینو امتحان میکنم یعنی خوب غذا خوردن واقعا سخت درست اه. بخوای غذا بخوری چون اینقدر وقت میگیره واقعا وقتم نمیگیره آبش بخوای فکر بکنی چون مثلا چهار تا دونه چیز بخوای بنزی تو توفر تو کل هفته تو میتونی مثلا غذا تو آماده بکنی <applause> ولی اون حوصله ها رو نداری بعد چیزایی مثلا غیر بهداشتی هم خوشمزه زیاد از زیاد, زیاد و... اطراف وجود داره خیلی سخته مدرس مقاسته بینیم واقعا مدرس اه... این شماره پول هم یکیه نه نه اینا متفاوت جدی؟ نه خب چطوره؟ خیلی خوبه دیگه این خیلی آسون میگیره به آدم هی هم نوتیفیکیشن میده میگه الان شروع کن آب خوردن که آب داشته باشی برای طول روز بعد این هفته رو ما با با چهار ساعت با, با چهار ساعت شروع کردم روز اولو چهار ساعت, غذا نمیخوری آره دیفالت نیست نه خب نه نه دارم توضیح میدم که چه شکلی چیز میکنه آره هفته اول چهار ساعته، بعد میره 6 ساعت و همینطور یعنی از 24 ساعت فقط 4 ساعتش غذا نمیخوره نمیخوره آره جز خواب یا با یعنی مثلا خواب بیدار نه نه مثلا الان میزنه از ساعت دو بعد از ظهر تا 6 تا ساعت 6 الان نه خواب به میخواد آره میخواد میخواد مثلا تمرین بکنی اینو یهویی نری مثلا هیچ درصد روزه بگیری نابود بشی بعد آلتیمتش یعنی آخرش مثلا 24 ساعت دیگه میگن چقدره که باید قضا نکنی فتوسنتز والا نرسیدم اونجا یعنی تحقیقم اونقدر قوی و نیست ولی میدونم که من شهرام 8 ساعت من خیلی از اطرافیان که میتونی غذا بخوری آها میتونی غذا بخوری فقط میتونی غذا بخوری 8 ساعت آره یه 8 ساعت این طرف مثلا میگه که از مثلا هفت شب غذا مثلا هشت شب غذا دیگه نمیخوره صبحونه هم نمیخوره کافی و اینا مثل اینکه میشه میشه کافی کافی آم... فقط هم سیار. آره آره. و قهوه و, و اینجور چیزا میشه خورد آره. ولی غذای غذا قضا نمیشه خورد آره بین 12 تا 8 میشه خورد تا هشتو یه چیزی که خیلی شخصا حالا به من تو طول این روز این مدت رو کمک کردی که وزنمو کم کنم ورزش با شکم خالیه یعنی مثلا هفته شب هشت شب قبلش مثلا دیگه هیچی نخوردم صبحم که بلند میشم هیچی نمیخورم مستقیم میرم ورزش یه ذره اولش سخته مثلا فشارت نمیفته اوایلش اینطوری بود که مثلا سخت میشد دیگه ولی بعدش خیلی راحت عادت میکنی و ورزش کردن روی شکم خالی هم خیلی راحتتر برا من اه. حالا شاید شخصا من اینطوری هم و تو میدونم که اصلا اینطوری نیست من فشارم میفته من حتما باید یه چیزی بخورم استیک میزنم و میره من اصلا قبل اینکه برم جیم همیشه باید سیب زمینی اینا بخورم نخورم آخه تو کاردیو آنچنانی نمیکنه. آخه میگم من کاری که میکنم کاردیوه مثلا نمیرم خب کاردیو بیشتر انرژی میگیره یهود ببین حالا چیزی که هست اتفاقی که میفته حالا شاید چیزی که من در موردش خوندم شاید شو فهمیدم ولی موقعی که اول داری کاردیو میکنی اول بدنت شروع میکنه از شکر استفاده آره. کردن شکر تو بدن تو استفاده میکنه موقعی که تموم میشه میره سراغ چربی تو اگر شب قبلش هیچ در واقع شکری نخورده باشی اون ها اون, اون چیزی که اذیتت میکنه اون سویچ است اون موقعی که میخواد از شکر به رو چربی آه. تو موقعی که نخوای سویچ بکنی دیگه یا سویچت خیلی کوتاه مدت باشه اصلا دیگه احساسش نمیکنی برای همین به نظر میاد آره و کسایی هم که حالا میدونن همینه دیگه موقعی که اول شروع میکنی دویدن حالا فرضا چرا بهتر بدونه اوکی و مثلا میگی چرا خوبه اونا یه مثلا یک کیلومتر که بدوی بعد به مدت مثلا دو کیلومتر همه فامیل داری فوش میدی من چرا اینجام بعدش دوباره یهو اوکی میشه اون دو کیلومتر اون وسط موقعی سویچ کردن آه. بین شکر و چربیه جالب بود سویچ آره آره این حالا یه جالبه تقریبا یه دو تا جالب وزنم کم کرد چقدر وقت داری کار می‌کنی میگفتم یه هفته است یه هفته همین هفته نه هیچ تغییری توی نه. مثلا بیشتر نشده وزنم نه وزنم بیشتر نشده ولی خب اول به... میره بالا بس پس حالا هفته بعد شاید بره بالا الان میره چی که نه به خاطر اینکه بدنت میره توی حالت ایمرجنسی مود فکر میکنه که داره کرایسس اتفاق میفته هر چی میخوری و چیز میکنه که داره <خسن دحتیه> کم رو میماله و بهش یه تاثیرات سنه یعنی از یه سنی به بعد تو حس کردی که باید این کارا رو بکنی دیدی عدد نه قیاف خب هیکلمو دیدم دیگه حالا دو هفته پیشم بحثش بود <تضح> خوش ببینیم <تضح> این دست دستگیرهای عشق و اینا زده بیرون نه آخه دیدی همه عدد میدن مثلا میگن ما تا 25 26 هر چی می خوردیم وزنمون اضافه نمیشود. دردم هیچی چی نداشتیم سر تا... 26 مثلا یهود شروع کردیم به خوردن. رفتن غذا خوردن حالا بعد غذا من خودم اینو زیاد میگفتم آخرش هم دانش فکر میکردم مثلا گفتم آره من تا چه میدونم 24 سالگی تا اونقایی که بیام ونکوور هیچ از زوازه مثلا ورزشی تا بال با سدمه ای نخورده بودم و مثلا هیچ مشکلی نداشتم و اینا الان همشه مثلا چم پام میگیره ازولم فلان میشه کمرم درد میگیره فلان اینا بعد هم که آره سنم رفته بالا بعد با فهمیدم که مثلا <أمبر> برز برز تا 24 سالگی ورزش نمیکردم بخاطر شما دو که یکی در میون چیزید مستون <سؤقت> دست دکتری دو یکی داره یه جور جایی داره من... کارون که سیم به خودش میبنده و ببین آخه چیز حالا من خودم اینه که آره اون استریچ خیلی مهمه که واقعا کلا باید آدم استریچی باشی انجام من خیلی آدم استریچی الان تو استریچ زیاد می‌کنی من خیلی استریچی شدم من اینطوری متاسفانه نیستم و هر موقعم دکتر میرم مثلا بهش میگن که فلان مثلا درد دارم فلان جام درد میکنه استرس کردی میگم نه خب همین دیگه چی استرس شده میگم مثلا هر نه ولی این چیزه این به خاطر سبک زندگی ماهاس بکنم که مثلا همش اینجوری میشینیم این خودش بده مثلا چجوری بشینی میخوای اینجوری بشینی نفکن باید رو زمین بشینی که قشنگ این لگن و اینا چیز بشه باز بهشون اون خودش مود استرچ و بدن تو به زمین و مثلا احتمالاً دو شکایی که روش میخوابیم بعد طول روز که مثلا 7 8 ساعت پشت کامپیوتریم حداقل که قطعا بیشتره بعد اه... آقا حالا چند یه چیز بعد صبح ناینگگ رو داشتم نگاه میکردم یارو از اون یکی پرسیده بود توضیح میدی چیه این حالا هزار تا از چندی مدل مدیا مختلف استفاده میکنه ولی مثلا اینستاگرام صفحه داره نمیدونم بله. قدیم آر اس اس فید شما میگرفتیم میخوندی حالا قلی... آره همه چی داره اون نوشته بودش که حالت عالیش <تصحیح> بعد ازش پرسیده بود که آره مثلا تو چقدر پین داری درد داری بعد این گفته بود که من به اندازه نرمال درد دارم بعد یارو گفتش که نرمالش مثلا صفره بعد این گفته بود آه. پس لوور بک من این پایین کمر من چی این مشکل درد پایین کمر رو من فکر کنم همه انسان ها بالاخره به نوعی آره. بعد داشتم به یکی میگفتم حالا ما این هم از تکامل و اِوولوشن و اینا صحبت کردیم این درست نتونست این مشکل رو ح... چیز کنه دیگه حل کنه این مفاصل و این در واقع این مدلی که بالا تنه به پایین تنه واسه مناسب نیست این طراحیش برای چهار دست و پا بوده این انسان که اومده رو دو پا این خوب بودی یکی این یکی زانو زانو همون مدلی که این گره خورده ایسی لوینا اون هم نه. نامناسبه مسئولان تکاملی رسیدگی کنه خب تکامل یه مدتی طول میکشه دیگه انسان همین تو اینقدر زندگیش عوض میشه تو مثلا با چند 50 سال پیش مقایسه کن سال, سال, سال رو زمین بودن همه آره. اون خودش استریج بوده ده. بعد اون اون بعد اومدیم رو مبل و بعدم که پشت کامپیوتر رو دیگه تکامل عقب افتاده این رسیدگی کنید این حالا پایین کمر اذیت داره میکنه یادت باشه هفته پیش در مورد گفتی که جام صندلی گیمین بگیریم و فلان و اینا من داره. یه تحقیق کردم روی صندلی ها که ببینم چه جوریه هر داره. چی من میگفتم تو ببین صندلی مثلا خوب کامپیوتر 5000 دلار میگم 100 سال میخوام نشیدم پشت کامپیوتر ببین مثلا نه حالا نه از 300 دلاریش هم این گیمینگ یا کلا صندلی کار صندلی کار بود گیمینگ نبود مثلا برای من جالبیش این بود که تو میتونستی دونه دونه دنده رو تنظیم کنی که مثلا چقدر فشار پشت دنده من اگه اون قد آپشن داشته باشم خراب میکنم مثلا دید کمرم میشکنه چه بدن دردی دارم من صبح دیروز و امروز رفتم پیش استاد خنجری ایشون هم که دیگه رو گذاشته کنار آره علی خنجری ما رو میبنده ورزش از این ور به پرون ور از اون به پرون ور خب دیگه چی جالب چی داری؟ آسان یه میخوایی بیه فرضا یکی یکی بگیم باشه جونم اهان آه این هفته سر کار بودیم نشسته بودیم داشتیم کار میکردیم یکی از همکارا گفت پاشو بریم بیرون یه تظاهراته <مان> بعد به بهمن شما رفتین جشن جایی که من کار میکنم یه چارای خیلی شلوغ و اصلا یکی از چارهای مهم شهر ونکوور وست برادوی و کمبی خیلی هم شلوغ و اصلا خیلی مهمه نزدیک بیمارستان ونکوور هست بعد آقا ما رفتیم من فکر کردم مثلا چون اتفاق افتاد قبلا که تظاهرات اینا میکردن مردم مثلا کنار تو پیاده رو اینا باشه رفتیم دیدیم چاره رو بستن کامل یعنی آره. کامل چاره بسته بود از این ورد اصلی تریف شهر محصول میشه اون کمبی برای بعد باید. میگم کنار بیمارستانم هست هر روز مثلا نمیدونم چند تا آمبولانس از همون چاره رد میشه کلا عجیب بود برام بعد رفتیم نزدیک شدیم اینا من نمیدونستم چیه قضیه ولی گاورمنت بی سی مثل این که آره پایپلاین آره یه لوله خط لوله دارن میکشن واسه نفت برای شمال, شمال بریتیش کلمبیا که خیلی از زمین های چیز رد میشه این so, uh, بومیا احنا بومیا احنا بوم... بومی... کانادا که خب اینا معترضن یکی این که میگن اینا زمین های ما های اصلا کانادا دولت کانادا هیچ اجازه ای نداره بیاد توش دوم این که این حرف اولشونه حرف دومشون که یه سری دیگه آدمه حالا که بومی هم نیستن اضافه شدن بهشون واسه کارای یعنی چیزه مثلا یارانشونه که اگه این نفت مثلا از لوله نش. نشور برای محیط زیست میدونی داستانشون نگرانی توضیح محیط زیست آره اگر... چرا اتفاق افتاده؟ مثل اینکه مثلا 60 سال پیش اینا اینا اومدن یه خط دولهی دیگه رد کردن که بردن به قطب شمال خیلی هم از توی زمین های همین بومی ها, بومی ها رد شده سرخوست ریسیست محسوب میشه فکر اینو نکنم به فارسی, من بگم... به فارسی فکر نکنم بشه به بومی بگید دیگه بومی بعد سخته دیگه تو خیلی از کتاب اومده تو تکست کتاب اومده تن تن مثلا کتاب مورد علاقه بچگی من تن تن توی سرخوز بود حالا به این لوله کشیدن و اینا با چیزم مشورت در واقع با همین بومی ها مشورت کرده بودن و ولی خب اونا نمیخواستن اتفاق بیفته خلاصه تحت فشار و اینا این لوله را میندازن و و این نشت میکنه و خیلی نشت عجیب میکنه توی دریا و اینا مشکلی که هست حالا اکثر در واقع منبع غذاییشون و منبع درآمد و ایناشون از لحاظ ماهیگیری و در واقع اون دریا است که اگه اون اتفاقی براش بیفته خیلی میتونه اینا رو مثلا زندگیشون عوض بکنه در این حد که اینا مجبور شدن از اون منطقه برن یعنی <applause> برن یه جای دیگه ساکن بشن زندگیشون رو کامل جمع کنن برای همین الان خیلی حالا روش حساسیت وجود داره از این خط لوله‌ای که میخواد رد بشه خط لوله اگر که بیاد برای بیسی خوبه به خاطر که خیلی شغل به وجود میاره خیلی کار به وجود میاد آدم ها... آدمایی که بخوانی خط لوله رو راه اندازی بکنن خب کار زیاد به وجود میاد بعدش هم که خب خیلی راحت تر این ترانسپورتیشن یا این انتقال نفته نفت انجام, انجام میشه دیم. از آلبرتا ولی خب ده. مشکلات محیط زیستی خودش این فرق یه فرق داره با اون خط لوله نفت آلبرتا این یه خط لوله این دیگه این دیگه ای ایه این یکی دیگه است ولی کلا اینجا همیشه سر خط لوله مشکل بوده بعد قیمت نفت که میاد پایین تمام شرکت های نفتی آلبرتا تعطیل میشه آلبرتا یه جای وسط <متحن> کانادا که نفت خیزه <متحن> آره برای صادر کردن نفت اینا یا باید بفرستن شرق یا غرب که به دریا چیز کنه راه داشته باشه حالا به کشور دیگه صادر قیمت که میره بالا این کمپانی همه بسته میشن دیگه نمیتونن این کارو بکنن بعد میخواستن خط لوله بیارن اینجا طرفدارای محیط زیست اجازه نمیدادن حالا یه حزب گرین داریم سبز که اونا خیلی مثلا مخالف این داستانن که نباید هیچ خط لوله بیاد تو محیط زیست. خیلی وقتم از اینا تو چیزن رو سرشاخن با هم یادم از وقتی آره. کارو میرفت دانشگاه اون, اون یه خط دیگه بود. آره این جدید آره این جدید شده از چیزا میخواد به رچه زمینای بومیا اینا اعتیاد ات داری خودتو داری تو میخور اینا چیه داستانش؟ خیلی لباسه خیلی لباسه خوب و مع... معقولیه مروبه. بعد اینا اصلا رفتن خط راهن رو بستن آره. بعد تو چند روز بکنم اصلا کلا راهن کانادا بسته بود و یه ضرر عجیبی الان داری میگی دیگه آره آره, آره. 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 این جدیده. آره. بابا کل چیزا رو اتوبان های شمال بسته بودن شمال تش... آره من تش... چند پیش رو. خوردم بهشون دیر رسیدم به یه جایی میخواستم برم آخی. نه اصلا بسته بودن و حالا اخبار میاره میگه یه بستن نه اینجا یه خیابون بسته بوده حالا اتفاقی افتاده اینا الان توی کانادا حق اعتراض وجود داره یعنی شما میتونید برید اعتراض مسا انجام بدید آره و اینکه حالا یکی از این کارهایی که اینا میتونن بکنن اینه که میتونن اتوبان رو ببندن و واقعا این کاری کرده بودن اتوبان بسته بودن خب مصالحت آمیز دیگه آره ولی راهش که از قبل باید چیز کنن اعلام کنن باشه. که این کارو آره. میکنن ولی برای خط لوله زارن نه تو نه زمان نه. مناسب اعلام نکن مثلا الان گفتم مثلا 4 ساعت بعد بستن آه. یه همچین چیز بعد خب برای خلی... راهن ببخشید خط کامیون و اینا میخواست رد بشه و اینا نمیتونستن ترافیک خیلی عجیب بوده دیگه مردم درگیر میشن با اینایی که زد, زد بسته بودن فیلمش هست توی سی بی سی نیوز نشون میداد با مثلا باید نه از این نیسون <applause> گاوی عجیب از توی این ساین های اینا رد شد و یه داستانی بود با باش نیسون گاوی بود ماشین های اینا وحشت نه, نه همه منظور آخه چی بگم میگه واند واند بایه به واند تورا رد شد خب آره همون ریلی که میگم بس من چون قطار میگیرم از دانت هم آره بعد دیگه کنسل شد فردای اون روز هم نبود چون قطار رو نیومد از دانتان به میشن داستانی بود ولی حالا جالبی همه اینا واسه من باشه شخص من که میدیدم این نوع اعتراض که مثلا پلیس وایساده اینا داشتن فوش خار مادر به کل مقامات کانادا میداد هیچ کی و من من که اولا ترسیده بودم به این همکارم گفتم ببین دیده نش تو <تصفح> دو دوربین <ها> اینا گفت چه گفتم حالا تو دوربینا نریم دیگه مثلا یه حواست باشه این تفاوت بود دیگه دوستتون ایرانی بودم میتونم نه دیگه نه باد. نه, نه. نمیدونم شاید طرف خیلی شده ایرانی باش دیفالتت نیست جلو دوربین نمیدید آره این که اولا که انقدر تو این آرامش و اینا این قدرت و اینا دارن که بیان یه چاره رو ببندن دوم اینکه فوج و اینا بدن پلیس کارشون نکنه بعد کلا این جالب بود برای من که من آره. یه حس دیگه دارم کلا برای این. من بود. کاملا تو مود چیز بودم جنگی اینطور دفاعی. دفاعی, دفاعی, بودم فلایت بودم حالا در مورد تظاهرات و اینا که میگی مثلا سال 88 که تظاهرات شده بود تو ایران خب ما اینجا بودیم و اینا اینجا یه ایزی بود چیزی سکوت سبز ام. یه برنامه, برنامه درست شو. کرده و همه رفتن ساکت همه هیچ کم مثلا سکوت بود واقعا ام. مثل این دفعه نه واقعا سکوت بود بعد رفته بودیم و اینا خب منم یه شم گرفته بودم دستم و سکوت کردم وایستاده بودم همینطوری و فرداش اومدیم و صبح تابستونم بود یعنی <متحد> چیزم مدرسه نداشتم حالا نمیدونم دقیقا تابستون بودیم ولی من مدرسه نداشتم مامانم رفته بود سر کار اینا سندم ساعت هشت صبح مامان من داره به کوب به من زنگ میزنه منم خواب و اینا ایمان چه غلطی کرد چی کردم کرده عکس اکست صفحه اول روز است خب ما میگی عکس من رو تمام قد زده بودم وسط روزنامه به عنوان مثلا سکوت سر. از همین روزنامه های ایرانی نه سکوت این نه مال کانادا نورشور نیوز نورشور نیوز sure زده باده. داری از اون کپی <تصفح تصفح> افتخارش رو زدی بعد دیگه, اصلا مونده بودم مثلا بعد ولی عکس خوبی گرفت تو خدا آره دیگه همون شد که تو برو توی لینکدینت بذار بزن آنترپرنور سلف ایمپلوی سلف مای کمپانی آره او ات کارون تو <تص> چی داری برا اون جالب؟ جالب؟ خیلی جالب نیست ولی دیشب من یه کاری انجام دادم میخوام اون براتون تعریف کنم که با مخالفات صبحشم بگو باید بدونم اونو کسی بخواد بشنوه ولی حالا من تا جایی که ادب اجازه بده من تعریف میکنم اینجا یه رستورانتوری هست که به فروختن بال مرغ خیلی معروفه بله. برخلاف چیزی که ما تو ایران داشتیم بال مرغ یه چیز بی ارزشی بود مزه آره مثلا اونجا بال مزه چون چرب بود و اینا اینجا خیلی بهش اجر و قرب می نهاندن می نهانن می, می حالش آره بعد با طعم‌های مختلف میدن همه استوایی داره نه تمام شیرین بدهم. داره استوایی داره هم نمکی بدم کدوم همه بدهم. مدل تمی داره توی این تما چند مدل چیز داره <تصفح> باروکی <کیوند. تصفح> بفرم دارد. نه خواهش بخم من گفتن ایراد نگه بخم <تصفح> آخ... <قاها. تصفح> خود خالی کن <تصفح> نشون بده نه دیگه ندارم بعد توی اینا تا... چندی مدل تند داره که اینا هی درجاتش میره بالا آه با مثلا از دو واحد تند سه واحد تون تا آره پنج واحد تا... تند داره ما مثلا سباه تندو گرفته بودیم که به طرز قابل توجهی تون بوده ولی خب میشد خورد و ام. مثلا اصلا چ... تون خوره آره من ده ده. تون آدم استرچی و تون خوری هستم <applause> بعد مثلا چهار زیاد میاره اون مثلا یه شیش هفته برات بال مر میاره و میخوری و اینا بعد یه زیاده. حالت داره اونی که پنج واحد تنده بعد زیرش نوشته که اگه اینو میخواهید بگیرید باید یه ورقه ای رو امضا کنید که هر چی شد پای خودتونه پس ورده نمیتونید به رستوران رو ازش شکایت کنید که مثلا این تون بود من مثلا یا تا سوخت بعد بچه چه نمیشه میشه. <تصفح> 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 بچه دیگه چیز نمیشه خب so بعد هیچی ما به این خانم چیز گفتیم که اگه میشه نه اینا بیارید و گفت یه دونه میخوای یا دوتا گفتم نه همون یه دونه را اگه میشه یه دونه بعد ورقه رو آورد یه دونه واقعا میذاره توی پیاله میندازه جلو شیشه شیرم به نه همین گوش شده بعد زیر اون نوشته که اگه حس کردید خیلی دیگه اوزاتون خرابه بعد خوردنش یه نوشیدنی مخصوص داره که کول cool داون میکنه در واقع یه پاد زهریه که میخوری تو و اون تندی رو از بین میبره بعد این خانم این ورقه رو برای من آورد و من امضا زدم و رفتن و اومدن با اون بال متا بعد من خب همون موقعشم دهنم تون بود اینو که خوردم تا وقتی اونو کامل خوردم خیلی چیزی حس نکردم بعد از یه مدت این شروع کرد به عمل کردن کجا عمل کرد کجا همیشه عمل میکنه نه میگی در روی زبان زبان مثلا کشی نه, نه 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 اونجا بزرگ شد. نه آره بعد دور <تصفح> لب و دهن افتضاح تون بعد من دیدم نمیتونم تعمل کنم کرد. شروع کردم آب خوردن و مثلا آب تا لحظه که تو دهنت بود خوب okay, بود ولی مشکلش چی بود لبای تو شروع میکرد سوختن آب و قورت میدادی و دو بلا فاصله باید آب میخوردی چون دوباره همه جا داشت میسو so, so. من مثلا یه لیوان نصفی بزرگ آب خوردم دیدیم دیگه نمیشه دیگه به خانم گفت خانم بیاد اون نوشیدنی رو بیار اینجا دیگه زبون من نمیچرخید انقدر تند بود <تص> نه بچه ها داشتن صحبت میکردم و خانم باش آقا این رفت گفتن خب میاد دیگه اوکی میشه هنوز داشتم آب میخوردم رفت مثلا بعد سه چه دقیقه اومد ببخشید شیر ما تمام شده اون نوشیدنی رو نمیتونیم درست کنیم آخ من میگه من دیگه واقعا نمیتونستم صحبت کنم انقدر ناامید شده بودم گفت اونو نمیتونیم چیز کنیم بعد یکی از دوستان که اون میتونه صحبت کنه گفتش که شما وقتی که این سفارش رو میگیرید اگه اینو ندارید باید به ما اطلاع بدید چون خطرناکه و فلان اینا یه جوری باهاش تون صحبت کرد گفت برید هر چی که نزدیکه به اون نوشیدنی رو درست کنید بیارید برای این خلاص این رفت یه بعد مثلا دوباره سه چهار دقیقه یعنی مثلا من یه رب از این قضیه همش رو آتیش بودی تو سوزم آها آه این وسط هم مثلا برای دو سه ثانیه یهو فشار من خیلی وحشتناک افتاد چرا لحظ... ما اینجا رو فیلم ندیدیم پس فیلمش هست من واکنش بیرونی نشون ندادم یه ده. لحظه مثلا بدن من یه انگار مثلا چیزی آره جلد. یه لحظه فشار من خیلی افتاد دوباره برگشت بعد این خانم رفتن با یه اه... نوشیدنی سبز روشن خیلی هم قلیز بود نه موتور بوده <applause> گفتش که به جای شیر توش چیز ریخته خامه ریخته آه. این این لامصب من تازه اونجا برای اولین بار با مفهوم آب روی آتش آشنا, آشنا شدم شدی. واقعا آب روی آتش بود یعنی خام خوردی آره بعد مثلا چه میدونم پنجاه سی خوردن اون دیگه دهن من آروم شد <applause> آره از این که خواهد دیگه اونجا یه آرامشی به دست داد و نشسته بودیم و اینا تا هفتش ساعت بعدش که امروز آره. صبح شد آره و کارو خاطر این باز دیر اومد حالا یعنی. من آره بعد میدینید دیگه سوزش هم مثل انرژیه از بین نمیره فقط از جایی به جای دیگه منتقل میشه حالا منم یه بار این خاطره رو داشتم و رفتم همین بال فروشی و گفتم خانم بالو بیا رو امضا کردیم و فلان و اینا خیلی تعداد زیادی هم بودیم مثلا برمیگرد مثلا 18 سال پیش. پیش مثلا تعداد خیلی مثلا یه شب واقعا 15 نفر آدم بودیم زمان المپیک بود ده. 2010 ده. 10 سال پیش ما رفته بودیم زمستان. گرفته بودیم اونا خیلی هم شلوغ بود و اینا خلاصه این خانم این بالو آوردن و منم اینطوری بود که شرط بسته بودم با یکی کسی گفت تو نمیتونی و چون من اصلا آدم تنخوری نیستم نه استرچی نه تنخور <تصفح> برخلاف من آره همه چی اصلا دوست دارم آروم بخور. آره منظورم اینه که تند ای ای نباشه به هر حال اتفاقی که افتاد من شروع کردم حالا اینو خوردن و اینا خیلی خوب اذیت شدم و به ما اصلا نگفته بوده یعنی من اون فرم رو درست نخوندم که مثلا چیزی وجود داره که شما میتونید بعد از سفارش بدید اگه روی منو زیرش نوشته اما اون اصلا نبوده. و نه بعدش فهمیدیم که هست یعنی یکی هم. دیگه که سفارش داد بعدا سوزش من اون موقع تمام شده بود خلاصه ما شروع کردیم به به قول معروف این وینگر رو مثلا بود که من نجویدم فقط دادم پایین وینگو آره اصلا که بدتره که اصلا فقط با فشار دادم زج الانو به آینده منتقل کردی خلاصه ببین این که سوزون اینا همین همینطوری که میگی مثلا شب من سه چهار تا لیوان آب خوردم و مثلا اتفاقی یه ذره مثلا بعد نیم ساعت این سوزشش خوابید من رفتم دستشویی که چشام رو پاک کنم دست زمانی توی گرفتم زیر آب زدم به صورتم ببین هنوز این توی دستی انگشتای آره. من بود یه ذره از این سس رفت تو چشام ببین در دیگره ات چه افتاد تو چاله آره واقعا بعد دیگه چشام قرمز شده بود اشک می اومد چه مثلا یه دو روزی چشای من قرمز بود از سوس خیلی بدبی اصلا فکرشو نمی کردم دیگه من اومده بودم مثلا آب بزنم اشکای من بره بعد دیگه حس ما حواسم و خوشبختی دستمو به هیچ جا نرسید شرط و باختی بردی نه نه بردم چون آه. آه. خورده بودم دیگه بعد اصلا م... م... میفهمی که حالا اون مرغ داری میخوری اینا اصلا دیگه انقدر تنده نمیفهمه چی اون لحظه من تندی حس نکردم تا وقتی جویدم و قورت دادم من کردم من اون لحظه چون دهنم خیلی تند بود همون موقعش اوکی بودم ولی بعدش شروع شد و قشنگ شد یه مشکلی هم که داشت این بود که بعد من داغ بود یعنی من داغم آورده داغ بودش دیگه چون انقدر داغ بود دیگه آش داغه آره. <applause> آره. بعد یه لذت بیبرین این کار میکنین امت... یه یا چالش مثلا چالش یه بار. در ولی لذتی نه ولی تندی خیلی مزایا دارد اگه تند خور نیستی تند خور بشید اولا که سوخت و سازت میبره بالا آره. تو میتونی داغر کنی اگه دوست داری دیگه نمیدونی ایمان بسته شدی بعد خوبیه تندی <applause> اینه که تو مثلا سنگ به پز روش <applause> از تو تند بزن خوشمزه میشه میتونی بخوری نه خب این یه چیز سلیقه‌ایه اگه غذا میپزید و دستپختتون بده تندش کنید هیچ <تصفح> کی چی نمیفهمه من همیشه همین کارو میکنم بگید هند که بودم اینو یاد گرفتم ما رو تند تند بریز همه ادویا رو بریز خوب میشه <تصفح> گفتیم دیگه اون دور غذای چند چهار ساعت کردیم همه اینا رو میگفتم با سس تون بخوریم <تصفح> آره بزن راحت نمیشه خود خلاصه که اینطوری اتفاق جالبی که برای من افتاد من دیشب نشستم یه داکیومنت دیدم آره به نام بعدم پادکست جوروگن رو داشتم تو نام دیدم dont fuck with cats که فارسیش میشه سر, سر گربه آره سر, سر سر گربه ها انگولکشون نکن شخصی بوده یه آدم کاندایی بوده که ش... یه دونه ویدیو آپلود میکنه توی یوتیوب که دو تا بچه گربه رو داره و نازشون میکنه اینا بعد میکنه تو این کیسهایی که وکیوم میکنن میکنه, ای. میکنه تو این کیسه و وکیوم میکنه اینا رو میکشه الان آره بعد, بعد, بعد گربه شوت میزنی برای من نه آقا انسان <تصفح> گربه دوست شدی نه. میکنی میکنی؟ این بچه گربه مثلا گوگلی کوچولو آره آره ویدیو میگیره آره ویدیو میگیره میذاره یوتیوب اینطوری بود که خب مثلا یه اتفاقی میفته همه نگاه میکنن میگن یعنی مثلا کیه اینو بگیریمش و فلان و اینا آه. واسه یه جنب جوش اتفاق میفته که این یارو پیدا بکنن واسه یه فیسبوک گروپ میزنن و شروع میکنن مثلا از چیزهای مختلفی که توی اون ویدیو هست انالایز کردن و مثلا میبینن که جارو برقیه مثلا فقط توی کانادا مثلا تولید فقط توی نورت امریکا تولید آمریکا شماری تولید می شده چند پیریزا شبیه پیریزایی مثلا فلانجاست شروع میکنن انلایز کردن و اینا این فیسبوک گروپش سعی میکنه این داستان رو ببره جلو یه یعنی چند نفرم لیدر میشن و شروع میکنن این کاری کردن بعد میبینن که طرف رفته مثلا توی یوتیوب اگر که بری اکانت داشته باشی اگر که میتونی باز بذاری ویدیوهایی که لایک کردی و بقیه ببینن چیا رو لایک کردی یا فقط یه ویدیو رو لایک کرده اونم فیلم کچمی فیوکن دیکاپریو دیکاپریو آره که فارسیش منو من بگیر اگه میتونی اگه میتونی که ترجمه نمیکنه همون حالا کچمی فیکن که مال 1900 مثلا فقط کنم 92 سه چهاره خیلی مثلا فیلم قدیمی به هر حال اینه که یه کسیه که کلا میکنه و پلیس ها و و اینم همین کاری کرده بود خلاصه ببین این فیسبوک گروپه شروع میکنن مثلا دنبال این گشتن مثلا هی یه چیزی مثلا یه جایی ازش پیدا میکنن و اینا میرن میبینن و میبینن که اون فکر اینو کرده بوده که اینا میان اینجا مثلا براشون یه چیزی گذاشته بوده دیکوی و آره بعد اتفاقی که میفته این یه ویدیو دیگه آپلود میکنه که یه حالا گربه بند خدایی رو بسته به یه تای جارو بعد میکنه تو آب مثلا خفه میشه گربه ایه. آره و مثلا اینا دوره یه سری جنبوجی انجام میدن این یه, یه ویدیو دیگه آب یه سوالی مثلا این, این ویدیو رو نشون میده نه نه, نه. نه. فقط اولش رو نشون میده یعنی چیز گرافیکش رو نشون ولی شونشون. قیافه یارو معلومه نه توی ویدیو اول یه نیم رخ ازش معلومه خب بعد خلاصه ویدیو سوم آپلود میکنه اینه که یه رفته یه مارد از این پایتان گنده گرفته یه بچه گربه میندازه جلوش ای. ماره میزنه بچه گربه رو فلان اینا بعد یارو دیوونه است دیگه یعنی واقعا دیوونه است خلاصه اتفاقی که میفته اینه که خب انقدر جاهای بعد میرن مثلا یه تیپه مثلا یه, نفر بهشون یه اینفورمیشن مثلا عجیب میده میگه که اسم طرف اینه و میرن نگاه میکنن و اینا میبینن که این طرف مثلا یه مدل کلی فن پیج داره مثلا کلی آدم خیلی معقولی مثلا به نظر میاد مثلا کلی مسافرت رفته با آدم خیلی معروف میره میگرد و فلان و اینا بعد یه ذره بیشتر که میگردن میبینن که تمام این پیجا و کامنت ها و اینا رو خود یارو درست کرده بوده و عکس ها رو همه رو فتوشاپ کرده بوده این تمام عکس هایی که وجود داره که مثلا عکس با آدم های معروفه نه اون یه, دو دو. میدن. یه،, یه میگن که یه اسمی که کسی که داره این کارو میکنه اسمش اینه بعد میرن میگردن میبینن که اون طرف خب خیلی معروفه کلی مثلا فضل ولی معروف نبوده همش خودش همه این کار کرده بوده و میبینن که تمام مثلا یه ذری بیشتر میگردن میبینن که تمام مثلا گرامر تمام اون کامنت هایی که اومده عین همه اه. یا مثلا همشون یه مدل و حرف رو میزنن و این می حرف رو. و بعد اتفاقی که میفته بعدش اتفاقی که بعدش میفته اینه که یه ویدیو چارم این آپلود میکنه لد. که باید. یه مرده مشابه رو... که میومد همه یه بارد. جور بود بارد. که این مرده رو یه مرده رو بسته به تخت ای. و میکشتش جلوی دوربین ویدیو رو آپلود میکنه تو چیز این چه دارک نت بود یا یوتیوب که نیست صد نتفلیکس این. نه ولی نه اینا, اینا ریلیز میکنه ریلیز میذاشتن می توی چیز برش برش می بعد برش میداشتن ولی خب دیگه لایو لیکس و اینا دیگه اون سر اصلا چیزش میکنه یارو مثلا چیکو چیکو میکشه با, با پیچ گوشتی میزنه اینقدر و میکشتش و بعد مثلا بگو دیگه آخرش بگو الان گفتم دونه دونه شو میخوای بگی خواهد زدکوشو میکنه من هم یه تیغ بردارم به آخرش آلا خواهد ب... میخارونی فکر کنم دیگه پوسته تصبیه میره آخرش حالا با کش و قوسایی که به وجود میاد مثلا این برانور که میرن و مثلا فکر کنم اول توی نیویورک بعد میرن تو مونترال بعد میرن میرن تو مثلا لندن جای مختلف پیداش میکنن اینا آخر این چیز میکنه آدم که میکشه و اینا دیگه خب بحث جنایی میشه پلیس و اینا میان توی کار و در میره به چیز به پاریس و میره اروپا بعد آخر توی یه دونه اینترنت کافه توی یه کافینت میگیرنش توی چیز توی آلمان اوه. اون شخصی که صاحب اون کافی شاپه بوده مثلا چیز میکنه میره ایفرشن. لوش میده و آره حالا یعنی از رو قیافه یا چی؟ و بعد از رو قیافه آره چون که همه چیز رو پیدا کرده بودن دیگه مطمئن بودن که اون شخص اینه بعد می حالا باش صحبت که هنوز هم طرف زنده است و توی در واقع لایف سنتنس بهش خورده تا حبس عبد بهش خورده توی کانادا توی زندانه کدوم شهره؟ فکرم بعد اتفاقی که افتاد باش که مثلا یه روان پزشک برده بودن پیشش مثلا بفهمن که این چی میگه چون که توی دیفنسش توی اون دفاع. دفاعی دفاعی نامش دفاعی دفاعیش میگه که یه شخصی آه این یه رو یادم بگم این شروع میکنه یه مدت چون مدل بوده شروع میکنه خود فروشی میگه که پول خیلی خوبی در میاد و اینا بعد میگه که آره یه نفر من که باش رابطه دارم چیزه توی مثلا کار بی دی اسم و کار مثلا دامننس و ایناست <تصفح> و میگه دیگه خیلی شدید شده و خیلی خطرناک دیگه <تصفح> چرا میخندیم هیچ نخندید اون نه هیش تو زهن خودت <تصفح> <applause> چی تو <زهنت> شده؟ <مارده> خلاصه توی این دامننس و فلان و میگه که دیگه مثلا داره من اذیت میکنه و میگه که من مثلا یه اطلاعاتی از من داره میگه اگه کاری که من میخوام نکنی و مثلا من اطلاعاتو فاش میکنم و میگه که این همه این کار رو این به من میگفته که انجام بدم یه نامی به نام منی بعد حالا روان پزشکه که میاد و اینا فرزاده فرزاده <تصال> 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 ببین <به> رو که میاد میبینه که این توی یه دونه یه فیلم دیده که فیلم مورد علاقه به نام بیسیک اینستینکت و تمام کارهایی که داره میکنه تو اون فیلم اتفاق افتاده یعنی داره اون فیلمه رو این فیلم داستان داره اون فیلم رو بازی میکنه و توی اون فیلم نامه هم یه مثلا دوست پسر ابیوسیف مثلا چیز وجود داره به نام منی منی لوپس و خلاصه داستان اینه دیگه خلاصه گرفتنش و کردنش زندان و برای من خیلی جالب بود خیلی اذیت کننده بود ولی یه اپیزود نه بود نج... فقط هم یه اپیزوده نه سه تا اپیزود بخشی یه س... آه... ولی خب دیگه نبینیم اون یاد اون قسمت فرهاد افتادم ها تو میک مردر اومد یه داکیومنتری اینجا تعریف کرد ترمون خیلی داکیومنتری سخت و مثلا اذیت کننده مثلا من دو سه بار وسطش مجبور شدم برم بیام اصلا خیلی اذیت خب مثلا اینو واقعا نباید اینو اعدامش بکنن یعنی اگه آپشن اعدام بود این باید زنده بمونه خیلی خوبیه اینو مطالعهش کنن آره دیگه یه چیزی تو مغزش حالا جا جا سوال دارم از همه از همش <laughs> از همه مثلا شده که ویدیو میاد حالا رو تلگرام اینا که صحنه های عجیبیه نم. آره من یکی سگ داره میزنه آره. اینا آره. شما میبینید یا نه من چون آدمایی دیدم که میبینم من میبینم آره. من. <laughs> <laughs> اینا <laughs> <نه> من نمیبینم <laughs> نه نمیتونم مست بده نه واقعا میخوام مثلا ببینم می میبینم کیه قیافه رو میخوام کیه مثلا فامیل مثلا میدونی خونه بغلیتونه می کار میگه آخه این آدم چه شکلیه کیه که داره این کارو میکنه این قیافه نورماله این اه. نه ولی خب خیلی آن کامفورتبل دیگه تو داشت تعریف میکردی من هی مثلا جمع شده بودم خودم من فکر کنم من داشتم و این مثلا یه اپیزود مثلا یه داکیومنتری مثلا 3 و نیم ساعته است 3 و نیم ساعت مثلا زل زده بودم به این ولی واقعا اذیت انقدر میشی مثلا هی و میرفتم میوادم می واقعا نمیتونستم آره آجا. دیگه چیزی داری جالبه؟ یه خبر جالب رو من هفته پیش شایدم. که ب... چه نفس نفس میزنی بابا حالم خوب نیست <تصفح> <تصفح> مهدیار آلبوم مجاز هیچ کس رو تمام کرده تحویل هیچکس داده هیچکس الان باید بذاره واسه فروش و بر... <تصفح> این یاره چی میفته مثلا توی اینجا اینطوری که مثلا شما این زیکت توی بیزینس هایی زیو میخریم میگم ما چک که شما رو مثلا با پست فرستادیم این همون قضیهش این به بعد از فکر کنم نمیدم چند سال این سال آلو ده سال تقریم از هشت و هشت خیلی وقته ولی خب معلومه محروب که دارن کار میکنن چون چه هفته پیش گفتیم مهدیار توییت زده بود که آره بیش اما دیگه ایسکت جان سروش جان بسته دیگه ریلیز کن آره بیرون لطفا یه, یه چیز ج... دیگه من بگم خیلی چیزی که من اذیت میکنه وقتی که ریلیس میکنی چرا فقط آپشن میذارید که تو ایران خریداری بشه مثلا اون مال مهراتیدن اون آهنگ سیل و من بعدم نمیاد که مثلا من پولش رو بدم و مثلا استفاده بکنم چرا تو که داری میدی همینجوری دیگه نه نه حالا اولش توی چیز اپل میوزیک نیومده بود مثلا آه. یه ماه طول کشید که اومد تو اپل میوزیک قبلش اینطوری بود که خب مثلا طرف داره زحمتی کشیده من برای این باورم که باید مثلا هنرشو بفروشه من من بابا با رمز تو اینقدر آدم من به رمز, رمز رفتیم رو برش. رمز دوم پویا خوردم خیلی چیزا اپیزود <explosives> رفتیم به کارون تکس میدادم موقعی که ایران بود همین این رمز دوم پویا داستانش چیه و اینا واسه همین میخواستم دیگه اصلا نمیشه تو ایران خریداری که چند بارم مسیج دارم مرو جان نیدی حالا منتظر فالو هستم <applause> <applause> خب بگو یه چیزی دیگه دوچه حسینی دوباره بگی بگو بگو آره من میخواستم در این صحبت کنم حالا من صحبت میکنم بگو ما حالا قسمت اول این سیزن رو این فصل رو با اون حالا صحبت هایی که من کردم شروع کردیم یه تیکی از صحبت من داشتم میگفتم که حتی اگه کسی مثل شهاب حسینی هستش که تحریم کننده جشور فجر رو تحریم میکنه ام. ما مثلا نمیتونیم بهش خورده بگیریم به خاطر اینکه در واقع نه که نتونیم خورده بگیریم میتونیم نظر شخصیمون رو بگیم ولی ش... حرف این بود که شاید هر کدوم از ماها هم جای اون می بودیم رفتار مشابه از ما سر میزد ولی ایشون باید شیب عجیبی از اون به بعد کارهای عجیب قریب تر داره میکنه آره. و طیف دیگه اون محبوبیتی که داشت و هم به احتمالا تا حد خوبی داره به خاطر بازی فوق العاده که انجام میده یه چند تا کار بد کرد پشت هم یکی اینکه که توی جشنواره فجر به صورت مستقیم آقای مسئول کیمیایی دارست کارگردان حالا من که نیازی نداره من تعریفش کنم همه میدونن کارگردان خبره شروع کرد به ایشون توپیدن که آقا مثلا این اصلا فیلماش نمیفروشه آره فیلمات فروش نمی رو اصلا تو تحریمم کردی فلان و اینا این حالا یه بخش قضیه بود خب این بعد دوباره باش مصاحبه کردن این ظاهرا توی خارج از کشور اگر اشتباه نکنم فرانسه جایزه ای برد بله. و اونجا این جایزه رو تقدیم کرد به مردم ایران بعد اومد توی کشور این جایزه رو تقدیم کرد به کس دیگه ای بعد خبرنگار خانم ازش پرسیدن که چرا این کارو کردی چرا مثلا اونجا به اون تقدیم کردی اینجا مثلا عوض کردی اینا بعد این حالا داشت توضیح میداد من کاری ندارم که توضیحش قابل قبولی یا نه با یه لحن بعدی شروع کرد و این خانوم داد زدن حالا کامبیز حسینی توی اپیزود این هفتهش پخش کرد این چیزو صدای شاه حسینی رو من کلشو گوش دادم این چیز شاه حسینی و یا و سن 35 سی آره شروع کرد داد و بیداد کردن نشنستانم. سر این خانومو توضیح دادن حالا توضیحش میگم باز نظر شخصی من کاری ندارم این چه رفتاری میکنید چجوری با این شیب شما شروع میکنید به افتضاح شدن ام. به افتضاح تر شدن در واقع اصلا چهجوری میتونی مثلا نوزولیه. آره نوزولی. ما اینو راجع یه نفر دیگه هم گفته بودیم میگه اون ام. کسی که بهش رأی دادیم هم همین کارو شروع کرد انجام دادم به این سرعت چهجوری میتونید یهو انقدر بچید وقتی که محبوبیت دارید مقبولیت دارید و اصلا دلیل اینکه اونجایید همین آدمایی که شما رو دنبال میکنن و تو دقیقا با این مدل حرفات خودتو از اون آدما جدا میکنی چجوری؟ آره مشکل فکر کر... نمی‌کنی چرا این اتفاق میفته ببین حالا اینا بعد در نظر بگیری دیگه میگم واسه دعوا حلوا پخش نمیکنن رفته بود اونجا که مثلا یه دعوایی بکنه و مثلا میگفت فوشایی که خورده بوده خب بگو ما به خودمون هم مثلا یکی بیاد فوش بده خب یه ذره توی لحنمون شاید متفاوت بشه شاید برخوردی که میکنیم اونقدر سنجیده نباشه کاری که اون موقع داریم انجام میدیم حالا من نمی‌خوام ازش دفاع بکنم حرفایی که میزد به نظر منطقی نبود ولی چیزی که هست ما این هنر گفتگوه رو هنوز نداریم توی حالا اکثر شاید اطرافیان من که حالا شاید فامیلای ما شاید بقیه داشته باشن ولی من میبینم که ما نمیتونیم با هم دیگه صحبت بکنیم وقتی <applause> که میخوایم صحبت بکنیم سریع والیوم ها عوض میشه مثلا همه موزه میکنن و نمیتونن با همدیگه دیگه اون افکاری که دارن رو بتونن با هم دیگه به اشتراک بذارن و این یکی از دلایل اصلی که داره واقعا به نظر من خیلی حداقل منو اذیت میکنه و اینکه یا میترسیم صحبت و حرف اونو بزنیم چون میترسیم بعد برداشت بشه دعوا بشه فلان و اینا یا اینکه اگرم که میریم صحبت بکنیم با یه موزگیری عجیبی میریم صحبت بکنیم که اونم کار به جای نمیبره دیگه حالا اینا دیگه زمان میتونه مشخص کنه دیگه که واقعا این رفتار و این ریاکشن ها بر اساس مثلا چیز بوده یه هویی بوده و خب تو یهویی نمیتونی بری مثلا کیمیا یا دیس کنی که آره نه ولی خب تو هم نمیتونی اون دیگه اون شخص نه توی آقا. چه مجموعه ای از فکر کرده و رو حساب کتاب واقعا این... فکر میکنی من به خب نظر من تازه خودشو داره نشون میده خب اگه اونم باشه میگم یه زمان خودشو نشون میده آروم هم مردم جدا میشن از اون بازیگر داره هم داره محبوبیتش کمتر میشه ولی بعد از نظر... حالا نظر شخصی من میتونه اشتباه باشه و از نظر من اینطوری بود که اونجا مثلا یه گوشه گیرش آورده بودن یه ذره مثلا کانورسیشنی که اونجا گفتگویی که بود یه ذره تند شد حالا چیز خودش کنترل خودش از دست داد دیگه هر چی دم دستش بود و زد یعنی دیگه الان مثلا چه میدونم که دود به اسقف فرادی هم مثلا اونجوری تیکه بندازه مثلا ایشون هم سوسیال کار نکرده حالا مثلا دیگه از... ام. نه میدونی چی میگه یعنی به نظر من حالا این بود از کم خردی ایشون بود ولی خب به هر حال اتفاقی که افتاد حالا یه اپیزود تو همه حالا با, حالا با حالا صحبت می‌کنم در می‌تونیم چون الان پاس بلند بود چند تا از صحبت می‌کنیم دیگه من از گفتگو نترسون قضاوتش نکن چند از این دایرکت هایی که بچه ها رو اینستاگرام فرستاده بودن رو بگم فقط یه ساعت شده بگم یکیشو میگم تو بعد. نمیخواستی راجع به چیزم صحبت کنی چیزایی که ولنتاین خیلی آخه 50 خورده 50 دقیقه شده بابا آره. تو میخوای بگی اینا رو بزنیم واسه ولنتاین میخوای بخونی نه این یک کدوم دیگه است خب بذار من ولنتاین رو بگم اول که دمتون میگم خیلی مسج اومد یعنی من خودم موقعی که اون استوری میذاشتم فکر نمیکردم انقدر مسیج بیاد واقعیتش مثلا این اینطوری که خب ببینیم چرا اینفلوئنسر میشی آره واقعا اینطوری آره سلفی میگیری صحبت میکنی خیلی ازم پرسیده بودید آره آره واقعا چرا من پیرانه بفرمایید دوستان دوست دارم و مشکل ندارم با این میخوام اینفلوئنسر بشم فردا میخوام سوام بلنشم لازم آره شما نشون بدم نشون بده چه براتون بگی که دمتون گرم مسیج هایی که زدین خیلی باحال بود حالا جالبیش این بود اون تیفی که این مسیج ها آمد خیلی جالب بود از دعوای مثلا ناموسی داشتیم تا ازدواج یعنی روز ولنتاین روز ولنتاین آره خوش سلیقه بودن آه آه روز ولنتاین گفته بودن <تصفح> که اه... یه بزرگی گفته بود که متاسفانه یکی از بدترین دعواهای زندگی ما مثلا با اون پارتنرم داشتم در حدی که اصلا تا به حال انقدر دعواها ما مثلا جدی و مثلا بد الان با هم همان... حالا دیگه من نبودم الان با هم الان با هم زدی یه سوال بدی دیگه من الان بپرسم حالا الان هنوز هم با همین <تصفيق> <تصفيق> اشاره که مثلا ختم خیر شده با اینا. آره ولی خب ولی از اون محبا مثلا گفته بودن که رفته بودن شام بیرون خیلی ها تنها بودن و یکی مثلا گفته بود من فقط خوابیدم به خودم مثلا وقت رو برای خودم گذاشتم یه خانمی عکس فرستاده بودن از پیتزا برای بچه داشتن درست میکردن خیلی باحال بود دیگه من خیلی خوش آمد از تیف از کارهای مختلفی ای ای که آدم دارن انجام میدن من خونه یکیش میشه منم اون یکی یکی یه آقای رفته بودن خونه و ولنتاین به خانمشون تبریک گفته بودن بعد خانمشون برگشته بودن گفته بودن که نه ولنتاین ب... ما... من به ولنتاین اعتقاد ندارم سپندار مزگان چی سپندار مزگان روز عشق زرتشتی است و هم اون خوشحال شد کادو به خری ما یه ذره دیگه هم <بید؟ تصفيق> مساله <مستقی> یه شو <applause> یکی دو هفته دیگه است کل خوشحال شده بودن و چون که هم نگرفته بود خدا رو شکر آره من خیلی خندیدم اینو ولی این وسط جای یه مدل جواب به نظر من خالی بود من خیلی انتظار داشتم یکی حداقل بیاد اینو اشاره هم کنه نخوندی همه رو از کجا میدونی نایمد خب الان که بگم میفهمید من دوست داشتم یکی بیاد این مس... این بیتو بخونه آه. تو بیاد بگه چی بگه آسوده منم آسوده کیه آسوده من درست آسود آسوده منم که خر ندارم از قیمت جو خبر ندارم آه. یه نفر باید اون وسط به نظر من به با رندی خاصی اشاره میکرد و چرا, چرا بیان ب... چرا طرف بیاد اینطور صحبت کنه چرا نفر باید, باید اینجوری صحبت چرا کنه نیاد بگه آقا من که مثلا با کسی نیستم و امسال اصلا برای من مهم نبود من از مخالبه نترس نظر شخصی من اینه که یکی باید می میومد میگفت جهنده جهاز منم که سال... خر ندارم نه. از قیمت جو, جو خبر ندارم حالا از قیمت جو گفتی اینو بگم یکی از دوستان رفته بودن چیز رفته بودن <تصفح> گل بخرن <بیزو> <تصفح> اینجا بعد رفته بودن که من در جریان این موضوع نبودم یه اومده به نام فوروور روزز نمیمیره گل خب. که نمیمیرن گل های جاودانه واقعا نمیره گل طبیعیه آره آره نمیدونم چه عمل و عکس عملی روی این واکنشی روی این انجام میدن که بزرگ میشه اصلا. و میذارن توی دیز بسته است و این هیچ وقت نمیمیره مثل اینکه من شیدم به هم بزنن اون گلو از بین میرن <laughs> یه انرژی سینده میشه که انرژی <تصفح> از لای در می آ رو لمس کرد یعنی نه دیگه تو جعب جعبه است حالا گل مصنوعی <applause> گذاشتن تو جعبه بد میفروشن شبی طبیعی یعنی چرا نمیمیره 200 دلار 240 دلار دلار 2400 حد اصلا همون چه کارو میگه اصلا میخوام چیکار کنم فراد اصلا همون دیگه بعد برام جالب بود که چقدر این صنعت ولنتاین داره پیشرفت میکنه یعنی هر سال داره عوض میشه مثلا قبلا این بود که مثلا چم گل معمولی بود بعد الان گل تو جعبه اومده گل فورور روزز اومده چون گل پرپر اومده خرس گل اومده آره خرس گل تو خرس خرس تو گل <applause> 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 <طول مشه خیل. تصفيق> <applause> <applause> خلاص تو جالب بود دیگه دمتون گرم ساله که ما میپرسیم و شما جواب بدیدیم ما خوشحال میشه دوست داره آقا من میگم که بریم برای چیز نهار <applause> نهار و نماز بریم, بریم. مرسی <applause> که با ما بودید این اپیزود دیویست اون بود یه اپیزود اسپشیال هم توی دور همی هم دادیم خیلی ممنون ما توی تمام فضای مجازی اسم توی تلگرام توی فیسبوک اینستاگرام تصویری این اپیزود رو هم میتونید توی یوتیوب تماشا بکنید به صورت کامل ما میریم و پنجشنبه با یه موضوع جدید دیگه برمیگردیم فعلا خدافظ 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 خدافظ